در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، یارای همراه و همیشگی، خانواده بزرگ سمت خدا. خیلی خیلی خوش آمدید. امیدوارم که این لحظات و دقایقی که در کنار هم هستیم لحظات و دقایق مفید و پرباری باشه، به برکت نام و یاد امیرالمؤمنین و بیان شیوای حاج آقای کاشانی عزیزمون. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. محضر شما عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم ان شاء الله که تابستان و تعطیلات پربرکت و پرخیری برای همه خانواده ها باشه و خداوند ان شاء الله روح امام امت رو هم با امیرالمؤمنین صلوات الله علیه محشور کنه. ان شاء الله. حالتون چطوره؟ الحمدلله، خدا رو شکر. چقدر این گلا زیبان. الحمدلله. بله، دوست داشتیم سبد این گلا رو هدیه می‌کردیم به مخاطبان عزیزمون. ان شاء الله که حال دلشون همیشه همین قد لطیف و زیبا باشه. خیلی خوب، قصه امیرالمؤمنین بود و بعد از جنگ حضرت و در راه عزیمت به بعد از جمل و در راه عزیمت به کوفه و نکاتی که ان شاء الله امروز حاج آقای کاشانی بر ما خواهند فرمود، سراپا گوشیم و بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که از عالی هم فرمودید، امیرالمومنین جنگ جمل که تمام شد، سخنرانی با مردم بصره داشتند و ابن عباس رو هم حاکم بصره قرار دادند. در راه بازگشت نامه نوشتند به کارگزارانی که ذیل استانداری یا ولایت کوفه بودند. یه نامه نوشتند به اشعث که برای من بیعت بگیر از مردم، که حالا میخونم انشاءالله متنش رو، و حساب اموال آماده کن بیار پس بده، که این علامت عزل بود. یه نامه به جریر نوشتن که راجب او هم جلوتر احتمالا هفته آینده به مناسبت گفتگو خواهیم کرد، همونجا نامه رو میخونیم. و حضرت آماده شدن و سیر داشت به سمت کوفه میرفت. اشعث چرا توسط امیرالمومنین صلوات الله علیه عزل شد؟ چون ایشون شخصیتی که بسیار در حوادث بعدی کوفه و حکومت امیرالمومنین نقش داره و اگر بخوایم یه نفر رو عامل اساسی یا یکی از عوامل اصلی و اساسی در واقع شهادت حضرت و بعضی از شکست‌های حکومت حضرت قلمداد کنیم، همین اشعث هست. یعنی نقش او از معاویه چه بسا شاید بشه گفت در جهاتی پررنگ‌تر در تخریب شخصیت امیرالمؤمنین. لذا باید بدونیم چرا حضرت با این فرد این گونه برخورد کرد و او چه گونه آدمی بود. راجع به اشعث سخن‌های ضد و نقیض زیاده. نه که امیرالمؤمنین اواخر عمر شریفشون به او فرمودن منافق. بعضیا خیال میکنن که اشعث از همون روز اول مثلا یه دوتا شاخ اضافه، یعنی نمیدونم یه چشمی وسط پیشانی داشت، علامتی داشت، هر کی نگاه میکرد. نه، اینطوری نبود. اتفاقا اشعث شخصیتی بود که مورد اعتنای بزرگان کوفه بود، که حالا جلوتر عرض میکنه. کی بود اشعث؟ اشعث یک شاهزاده یمنی تبار و یمنی ها به عنوان عرب های قحطانی با عرب های عدنانی که حجازی اند و قرشیان سابقه درگیری و رقابت و تفاخر و تکاثر هزاران ساله دارن. یعنی همینطوری عرب‌های یمانی اگر وارد اسلام نمی‌شدند، آموزهای دینی خلاصه شامل حالشون نمی‌شد و تربیت نمی‌شدند، به صورت نظاممند با عرب‌های حجاز درگیری داشتن و مشکل داشتن و کشتن و شکست دادن و مبارزه با اونها رو اوجب واجبات. الان هم یه جلوهش رو میبینیم. بله، همین الان هم همینطوریه. اینو جدی باید گرفت که جنگ امروز عربستان و یمن و این آتشی که عربستانی ها میدمن به کوبیدن و شکست دادن یمانی ها، یه علت جدی اون این نگاه قبیله‌ای است که دارن، آتش زیر خاکستر. بله، همینطور. بله. در طول تاریخ هم میشه بود. اشعث کیه؟ اشعث یه شاهزاده یمنی تباره که سال نهم که بهش میگن عامل وفود، سالی که گروه های مختلف، دسته های مختلف، فرقه های مختلف، قبائل مختلف بیشتر، اینا بعد از پیروزی پیغمبر اکرم بر مدینه، فتح مکه و استقرار حکومت رسول خدا در مدینه، گروه های می اومدن با پیغمبر اکرم دیدار میکردن صلی الله علیه و آله و سلم، با حضرت صحبت میکردن، چه بسا قدرت فائقه رسول خدا را می دیدن، آرام آرام یا به جهات معنوی یا به جهات قدرت پیدا شده یا هر دو اسلام می آوردن. گروهی هم از عرض کنم خدمت شما حضرموت که در واقع ریاست قبائل و پادشاهیش یه جورایی دست اشعث بود،
با اشعث و چند نفر دیگه آمدن با پیغمبر اکرم دیدار کردند و اشعث اونجا اسلام آورد. اسلام که آورد، بنای رسول خدا بر این بود که فعلا ساختار قبایل رو میدونست نمیشه به این زودی تغییر داد. اواخر عمر شریف حضرت هم بود، حضرت او رو به همونجا منصوب کرد، ابقا کرد تو رئیس قبیله خودت باش. این اسلام آوردن اشعث باعث شد که جمع زیادی از قبیله کنده و عرض کنم خدمت شما که کندیانی که بعدن اومدن در کوفه و افراد اون یمنی تبارها و اهالی حضرموت و اینها مسلمان شدن و اشعث هم خب بالاخره اسلامو در واقع او جز رهبران آغازین اسلام اون خطه محسوب میشه. بله میدونیم که امیرالمومنین صلوات الله علیه قبلا یمن دو سه بار تشریف بردن اینا، ولی بالاخره نگاه قبیله پررنگ بود اون روزگار. اشعث اسلام آورد، اینا هم اومدن و خب عمر رسول خدا خیلی طولی نکشید که تقریبا یک سال بعد حضرت عروج ملکوتیشون بود. خلفا که سر کار اومدن، میدونید اواخر عمر شریف رسول خدا و آغاز حکومت خلفا با درگیری های زیادی رخ داد، چون گفتن پیغمبر از دنیا رفته، افراد بعدی طبیعتا اون قوت پیغمبر رو که ندارن حتی موافق باشه. بله. لذا خیلی ها شروع کردن به ارتداد، به بعضی هم برچسب ارتداد زده شد. در این فضا خب اینا هم که دوست نداشتن زیر بار عرب حجاز برن، یه انگیزه ای داشتن، در این درگیری های از جمع کردن زکات و مالیات سر یه شطوری که اشتباهی حکومت وقتی اینو جزء مالیات و زکات اینا قرار داد، اینا نمیخواستن و احساس کردن آره اینا میخوان اموال ما رو بالا بکشن و مثلا به ما سیطره پیدا کنن، این درگیری مختصری رخ داد. درگیری که رخ داد، حکومت مرکزی لشکری فرستاد و توی اون درگیری اولیه شکست اولیه خوردن طرفداران اشعث. او هم یه سخنرانی کرد، اینجا کاملا فکرشو نشون میده، گفت ملوک عرب و فرزندان پادشاهان عرب ما هستیم، زمانی ما بودیم که اصلا نه عربی بود و نه قریشی بود و نه بتهایی بود و یعنی و همون حرفی که عرض کرد. بله. خلاصه زکات ندید تا اینا بفهمن خلاصه کتن کیه، مثلا که معلوم بشه کار دست کیه، کی زورش زیاده. درگیری جدی تر شد، درگیری که جدی تر شد و یه شکست اولیه خوردن اشعث و همراهانش، که اشعث از نظر نظامی آدم قوی بود، توی قلعه قرار گرفتن، محاصره شدن. وقتی محاصره سخت شد به اینا، اشعث هم یه آدمی بود که خیلی تبختر داشت، از اینایی بود که مثلا ضرب المثل بود، اگه همه عالم پیاده باشن این سوار است مثلا، یا از اینایی که خلاصه باید همش شأنش حفظ بشه و میگفت من تا وقتی، گفتن تو تا کی رئیس مایی، گفت تا وقتی که من لبخند به لبمه و دستم پر سکه است که هی میبخشم طبیعتا من رئیسم. خلاصه خیلی هم دوست داشت این حالتش حفظ بشه. موقعیتش رو تو خطر دید با اکرمه که فرمانده در واقع حاکمیت بود، اونجا اومده بود به جنگه، یه قرار پنهانی گذاشت که گفت من راه ورود و قلعه رو به شما میگم، فقط چند نفر به من امان بدید. خلاصه یه تعدادی امان دادن و راه اومدنش اینا شکست خوردن. شکست که خوردن اومدن نگاه کردن، دیدن که این لیستی که داده برای امان اسم خودش توش نیست. گفتن گفت خودم الان اینا رو اومدم مثلا جور کردم. و بین قبیله به شدت او دوچار حجمه شد، بعضیا فهمیدن که او خیانت کرده. از طرف اکرمه گفت پس خودت بیا بریم پیش خلیفه ببینیم تو رو میخواد چیکار کنه، بالاخره تو امانه برای یه تعداد گرفتی، اسم نوشتی، اسم خودت توش نیست، خودش دیگه حواسش نبود. اومدن مدینه، اومدن که مدینه با هم یه تبانی کردن. حالا نگاه کردن دیدن که اگه بخوان اشعث رو بکشند، رئیس قبیله رو بکشی، یه هزار سالی جنگ پیدا میشه. بله دوباره. و از طرف این گفت من حاضرم به اسلام برگردم به شروطی. گفتن آقا تو به اسلام برگردی ما تو رو همون ریاست قبیله رو بهت میدیم. اون زمان ها که حالا جلوتر شاید عرض کنم، یکی از کاربردهای ازدواج هم در واقع تنظیم روابط بین الملل و سیاسی و اینا بود. اون زمان خواهر خلیفه اول رو هم گرفت، یعنی ازدواجی صورت گرفت، اشعث شد داماد خلیفه و برگشت به اسلام و در اون مدینه ساکن شد. چرا؟ از چند جهت بالاخره تثبیت کرد، استاد این کارم بود، داره جلوتر عرض میکنه. در مدینه که بود، خب انقدی خلیفه اول عمرش طولانی نشد، خیلی حکومتش کوتاهه. در دوره حکومت خلیفه دوم چون قدرت نظامی داشت، قدرت رهبری داشت اشعث و هم طرفدار داشت، اونجا خلاصه ارج و قربی داشت،
لذا مثلا فرض بفرمایید که در جنگ قادسیه، یعنی جنگی که با ایرانی ها بود، از سران بود بعضی وقتا در مهمترین لحظات جنگ، او فرمانده میمنه سپاه بود، گاهی جانشین فرماندهی کل بود و بعضی جا نوشتن که مثلا 30,000 نفر آدم اوورد. چون میدونید اون زمان اینجوری مثل امروز نبود که لشکر منظم باشه. بله. هر قبیله یه تعداد آدم می آورد و کی میتونست آدم بیاره؟ مثلا من فرض کنین ارزه 3 نفر رو داشتم، از داری مثلا 5,000 نفر، یکی 10,000 نفر، اون کسی که مقبولیت بیشتری دقیقا داشته. دقیقاً. مثلا من همیشه تو ماجرای کربلا عرض میکنم، اگه شما میخواهید جایگاه نظامی افراد رو ببینید، ببینید فرمانده چند نفره، استعدادش رو نشون میده. نمیشه یه آدمی که فرمانده 30,000 نفر میتونه باشه بهش 500 نفر آدم نمیدن، مثلا خودشون که آدم داره. اصلا چه بسا یه فرمانده یه جایی میره با 10,000 تا نیرو، 3,000 تا نیرو میره و بعد اگر او قهر کنه این نیروها هم میرن، همه برمیگردن. بله. لذا زیاد داریم که مثلا فرض بفهمید ابراهیم پسر مالک اشتر با 7,500 نیرو اومد پیش مختار و وقتی قهر کرد نیروها هیچ کدوم نیومدن، همه رفتن. یعنی همه اومدن همه رفتن، اینطوری بود. یه جورای شاخه نظامی انگار. اشعث 30,000 نفر آدم آورد. خیلیه. بله. رضا شما ببینید برای چی توی ماجرای صفین و حکمیت که هنوز نرسیدیم، او وقتی اعلام توقف جنگ داد اصلا سکته خورد به سپاه. آدم مهمی بود، صاحب نفوذ بود. خلاصه چون اینجوری میتونست نیرو بیاره، طبیعتا محترم بود نزد حکومت‌ها و حکومت های خلفا هم خیلی مسائل قبیله احترام میذاشتن بیش از حد. یعنی چرا؟ چون که راحت‌تر میشد اداره کرد دیگه. میگفتش که خلاصه با رئیس قبیله و کت خدا ببند همه کارا درست میشه. اینا اینجوری بودن، میگفتن با این دوتا رئیس سه تا رئیس ببندیم دیگه با شهر ما کاری نداریم، اونا خودشون با هم خلاصه دعواشون رو حل میکنن. لذا اشعث در حکومت خلفا یه آدم محترمی محسوب میشد، همونطور که ابو سفیان محترم محسوب میشد. یعنی ملاک ها دینی نبود. البته گزارش نداریم که اشعث مثلا یک آدم فرد بفرمایید فحاش بود قبلا، یا یه آدم مثلا عزم خام زنباره بود، اهل فساد بود، هر چیز. گزارشی نیست که او مثلا مشهود باشه خلافهاش. و اصلا هم حالت ریاستی که دوست داشته باشه برای این یه تقوای غیر دینی ایجاد کرده بود که هر کاری نکنه. کما که یه روزی نوشتن مثلا یه سوالی کردن ازش، یه قسمی خورد، قسم به دروغ، بعد برای اینکه شأنش حفظ بشه 15,000 سکه خلاصه برای حنس قسم و خلاصه کفاره این قسم پول خرج کرد، که بگه نه این آدم با تقواییه، اگه خطا هم بکنه خودش 15,000 سکه پول خرج کرده که من دیگه نمیخوام خلاف بگم. یه بار آره مجبور شد. چرا بلد بود؟ بله، هم بلد بوده هم خیلی خلاصه حواسش بجاید. ویترین رو خیلی خوب، خیلی خوب ویترین رو حفظ میکرد. یعنی شوخی نیست که ما بگیم برای جلوتر عرض میکنم برای حجر، حجر با اون عظمتش احترام قائل برش هست. یعنی شما چه شخصیتی بود؟ من از این نگرانم که بینندگان عزیز ما با بعضی از مباحثی که بعدن رخ داده بخوان ملاحظه کنن تاریخ، و ما خیلی تعجب میکنن بدونن این اشعث بعدن فرمانده یکی از مهمترین بخش‌های حکومت امیرالمومنین از جهت نظامی و جایگاهش معلوم بشه تو چه شرایطی. یعنی در واقع یک شخصیت چند بعدی و چند وجهی داشته و پیچیده البته. بله، و هنوزم لو نرفته. حالا اواخر حکومت حضرت بود، بگو مگوش با حضرت، حضرت گفت فهمیده تو منافقی. ولی خب هنوز الان کسی چیزی نمیدونه راجع به او. به یه آدم به شدت محترم در قبیله و کندیان میمیرن براش. عجیبه. بله. ایشون زمان حکومت خلفا خیلی محترمه، از روابط هم بلد استفاده کنه که محترم تر بشه. دخترش رو میده به پسر خلیفه سوم و در فتوحات دوره خلیفه دوم و سوم نقش فعال داره. عرض کردم خیلی جاهام جانشین فرمانده و فرمانده جناح راست و این آدم مهمی، تا اینکه در بعضی از فتوحات مثل آذربایجان و اینا خودش نقش داره، جزء اصلی های در واقع فتح آذربایجانه. خلیفه سوم او رو منصوب میکنه به همون آذربایجان و به او اجازه میده سالی 100,000 درهم هم از بیت المال استفاده شخصی بکنه. 100,000 درهم خیلی پوله. و یعنی بخوایم بگیم حقوق نجومی میشه حدود 200 برابر، عرض کنم خدمت شما، که حقوق سالانه یه نفر، یه آدمی که حقوق مکفی داره ضرب در 200 کنید، این عدد درشتی. منتها دیگه گزارش نشده که مثلا اشعث غیر از اینی که اجازه داشت، حالا این اجازه رو چه بسا نبعدم میدادن،
چون گاهی اوقات مثلا اجازه قانونی یه رانت انحصاری هم خلافه، خود اون اجازه مشروع نیست. آره، ولی دیگه بیش از این نگفتن که از بیت المال دزدی هم کرده، همچین گزارشی نداریم. این رو خلیفه سوم به او اجازه داده شما انقدر برداری. مردم اون روزگار خیلی اعتراض کردن به خلیفه که چرا به اشعث شما حکومت دادی، احتمالا به خاطر رابطه اینکه او پدر خانوم پسر خلیفه است. توجه میکنی؟ یعنی بالاخره رقبا از قبائل دیگه این فضا فراهم شد و جز اعتراض هایی که به خلیفه سوم میشد یکی هم انتصاب اشعث. ولی عرض میکنم بیش از این نسبت به او حرف منفی نیست، جز اون سابقه در واقع خیانت به قبیله که این در واقع باعث شد که یه دشمنانی هم داشته باشه. منتها چون معمولا حافظه اجتماعی کوتاهه و این پولی که او خرج میکرد وضع مالیش هم خوب بود و این لبخندی که به صورت داشت آدمها رو در واقع خام خودش کرد. حالا امیرالمومنین تو این شرایط هست، اشعث اونجا حاکمه و از طرف ابو موسی ابقا شده که ابو موسی حاکم کوفه است. حالا که امیرالمومنین داره از بصره بر میگرده سمت کوفه، همزمان استاندار کوفه هم میشه، به اشعث نامه نوشت. نامه ای که حضرت به اشعث نوشت اینطوریه. حضرت اونجا فرمود که ما یه تکهشو که در نهج البلاغه بود هفته گذشته خوندیم، تکه دومش اینه، اینطوری اومده، فرمود فلولا هناتون کن منک کنتل مقدم و فی هذا الامر. اگر بعضی از اشکالات قبلی رو نداشتی چه بسا الان من تو رو منصوبتم میکردم. یادتون هفته پیش تکه از نامه نهج البلاغه رو خوندیم، توش معلوم نبود عزل، عرض کنیم نامه عزل. بله. اون هنات قبلی تو، لغزش قبلی تو چیه؟ یک، تو به قومت خیانت کردی، اگر درست بود اصلا نباید مرتد می شدید، و اگر عرض کنم خدمت شما که درست نبود برای چی؟ برای چی قومتو فروختی؟ الاخره تو نمیتونی به اعتماد و مردم رو خدشدار کردی. این یکی. دو، این که الان 6 ماه از حکومت من گذشته هیچ اعلام بیعتی نکردی و هیچ همراهی نکردی. بالاخره نامه می نوشتی که آقا ما هم حاضریم بیایم در جنگ جمل شرکت کنیم یا نه، ما بیعت میکنیم. از مردم اعلام بیعت برا من نکردی، لذا فلولا هناتون کن من کنتل مقدم فی هذا الامر. اگر اون موارد گذشته نبود تو رو میشد رئیس قبیله قرار داد. بازم تکرار میکنم، چون او رفتار فاحش خلافی نکرده، یه ارتداده که این مهمه. بالاخره سابقه تو اینه که بله سوء پیشینه داره، بله سوء پیشینه داره به خاطر اینکه پیغمبر از دنیا رفت و رها کردی دینو، و دو اخیراً هم نشون دادی که از فرصت استفاده میکنی و در واقع همراهی نکردی. حضرت فرمود که ولعل آخر امرک یحمد اولا، چه بسا این اواخر، یعنی بعد از اینکه من تو رو میارم کوفه، جوری رفتار کنی که اون گذشته رو بشوره. و ان تقیت الله، اگر اهل تقوا باشی، یعنی من تو رو هنوز باورت ندارم به صورت ظاهری، باید به خودت نشون بدی چرا تو دیر بیعت کردی با اون سابقه قبلی. بعد حضرت فرمود که بیعت با مردم رو خبر داد بهش که بله اینا بیعت کردن، طلحه و زبیر اولین بیعت کنندگان بودن، عهدمو شکستن، با اونها جنگیدم ولی به عفو کردم مردمو. یعنی تو به مردم اینا رو بگو، از مردم برا من بیعت بگیر. اشعث هم حالا که حکومت امیرالمومنین شده یه فکری کرد که چیکار کنه با جریر که او در همدانه، که هفته آینده انشالله رسیدیم به بحث او میرسیم. یه نامنگاری کردن، جریر بهش گفتش که ببین ما هرچی گشتیم در رفتار علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه بهانه‌ای یا دلیلی برای مخالفت پیدا نکردیم، حالا او حاکمه و ما زیر دسته. اشعث داره میگه بله، بیا بیعت بگیریم برای مردم. لذا هر دو رفتن سخنرانی کردن. مثلا اشعث اینجا گفت این مردم میدونید منو خلیفه سوم آورده. خلیفه سوم از دنیا رفت، همون مردمی که با خلفای اول و دوم بیعت کردن همون مردم با علی ابن ابی طالب امروز بیعت کردن. یعنی اگر شما اون حکومت ها رو مشروع میدونید، این حکومت هم مشروعه با همون ادبیات خودشون، و امروز حاکمیت مشروع از آن علی ابن ابی طالبه. من با او بیعت میکنم، شما بیعت کنید، همه یک صدا بیعت کرد. خب گفت حالا بالاخره بریم، حالا آذربایجانی گرفت شد یه جای دیگه ای رو بهمون بده دیگه، چون اهل بده بستون و معامله بلدن که میدونن که خلاصه یکی میدن که دو تا جاش بعدن تعریف بگیر. یه کاری مال این ایام اختلافه که این ایامه، یکی دو سال بعد یا قبل، عرض کنم خدمت شما که
اومد برای امام حسن هم نقشه کشید. یعنی چه؟ یعنی با خبر شد امیرالمومنین دنبال همسر برای امام حسن میگرده. اتفاقا تو بعضی نقل هست که رفته از دختر سعید ابن قیس همدانی که یه هفته‌ای به تجلیل از او حرمه عزیزان کارشناس میپرداختن، از او دختر او رو خواستگاری کرد. یه پیغام به سعید ابن قیس فرستاد، اونم هم یه جورایی هم ولایتی، چون همدانی ها هم یمنی تبار، بهش گفتش که ببین درد سر داره بخوای با پسر حاکم ازدواج کنی و اینا، من پسرم خلاصه هست و خیلی هم پول و خلاصه. بعضی نقلا میگن که این ازدواج صورت نگرفت و اشعث پسرش فرستاد، دختر سعید ابن قیس گرفت، بعد اومد به حضرت عرض کرد که یعنی ازدواج به هم زد که بابا بالاخره ما یه دختری داریم. عرب هم بد میدونه که کسی بیاد بهش پیشنهاد بده که من دختر دارم، حالا راجع به ازدواج عرض میکنه و او مثلا میخواد امتناع کنه. و خلاصه گفتش که چه بسا امیرالمومنینم یعنی مثل بقیه باشه دیگه، حالا ما یه دختر میدیم یه ازدواج میکنیم مثلا یه استانم میگیرمون میاد رو این فضا. حتی نقلی داریم که اومد برای حضرت یه روزی یه شربت، یه ظرف عسل ویژه‌ای هم رشوه آورد. یعنی ادبیات حضرت اینه، در نهج البلاغه اسم اون رشوه دهنده نیست. ابن عبدالحدید میگه گفته شده این اشعث، بعیدم نیست اینجوری باشه که مثلا فکر کرد حالا لابد هم میگم جنسش این شکلیه که حالا یه قضایی و یه مثلا رابطه‌ای و ارتباطاتی و اینا خیلی اتفاقا ممکنه بیفته. فارغ از اینکه امیرالمومنین امیرالمومنینه. و حالا من این نکته رو به ازدواج عرض کنم که اینجا رسید تا بحث رو ادامه بدیم. ببینید روزگار گذشته خیلی از این ازدواج ها شاید برای بینندگان ما ابهام داشته باشه. بله. ازدواج رسول خدا با بعضی افراد، ازدواج امام حسن سلام الله علیه با جده، ازدواج مثلا فرض بفرمایید امام سجاد سلام الله علیه با یک زن شیبانیه از تیره شیبانیه که ناسبی بود و حضرت وقتی متوجه شد ناسبی او رو طلاق داد. در وسائل هست بعد موارد دیگه ممکن بگم مثلا ما امروز بخوایم بیا ازدواج کنیم میریم میگردیم تحقیق میکنیم چی اون روز چه جوری بوده. نکتهش اینجاست که ما امروز ازدواج که میکنیم یک بار ازدواج میکنیم، خیلی کم پیش میاد، یعنی کم پیش میاد کسی سابقه دوبار ازدواج داشته باشه، حتی خدای نکرده یک بار طلاق بعد ازدواج. مردم میگن آقا با هم خلاصه لباس سفید عروسی با لباس سفید هم بیدیم، آره مثلا کفن همش سفیده و ازدواج. ما اینجوری ازدواج میکنیم در روزگارمون که اون زن برا من بشه همسر، همدم، نعم العون لا طاعت الله بشه تا بهشتم با هم باشیم مثلا، حداقل ادعاشو میکنیم. بله. دنبالش هم هستیم. مسئله کفویت برامون مهمه، یعنی بگردیم این همسنخ ما باشن، هم فکر باشن از جهت فرهنگی. این معیارهای امروز ماست. بله. آره این معیارها رو اتفاقا خوبهاش از اهل بیت داریم، ولی زمان اول اسلام عرف جامعه اون روزگار اصلا اینطوری نبود. مثلا به شما عرض کنم طلاق دادن و طلاق گرفتن خیلی رایج بود. یعنی جامعه اسلامی زمان رسول خدا و بوائر زندگی ائمه هنوز تربیت دینی درش در واقع بسترش باز نشده، لذا راحت طلاق میدادن و طلاق میگرفتن و راحت هم ازدواج. بله. میکردن لابد. راحت ازدواج میکردن. حالا من چند تا نمونه به شما عرض میکنم عجیبه. اصلا این که یک زنی متأهل نباشه خیلی مورد سوء زن واقع میشد، که مثلا چطور یه نفر مثلا یک سال شوهرش از دنیا رفته ازدواج نکرده، عیبی، ایرادی، مشکل اخلاقی حادی، لذا اصلا زود ازدواج میکردن. لذا ممکن بود یه خانومی چند بار طلاق گرفته باشه و چند بار ازدواج کرده باشه، یا یه آقایی. خیلی کم پیش میاد کسی بیوه به معنای امروزی یا بدون همسر بمونه. بله. هم زود ازدواج میکنه هم زود اتفاق میفتن. و این ازدواج ها عمدتاً برای بیشتر یا نیاز جسمی بود، همون نیازی که مردم برای ازدواج دارن، و قرار نبود اون زن بیاد همه نقش های امروزی زن رو بر عهده بگیره. لذا مثلا فرض بفرمایید که لزوماً ازدواج برای فرزنددار شدن هم نبود حتی. یعنی بعضیا فقط ممکن بود یه نفر رو بپسنده که با او بشن همسر، همین، حتی نخوان فرزنددار بشه، یا مثلا فرض کنید کار خونه بخواد بکنه. اینها بعدن اتفاق افتاده، توجه میکنید الان که همه شؤون زناشویی رو ما در نظر میگیریم. بله. من بخوام صریح به شما بگم که ممکنم هست بس حساس بشه، اینه شما اگر امروز بخواید برید
جنسی خرید کنید از یه مغازه‌ای خیلی کار ندید مثلا همشری شماست یا نه، فکر سیاسیش با شما همخوانه یا نه. شما قراره برید روغن بخرید، قراره برید برنج بخرید، یه کار به این کاراش ندارید که. یعنی بدبستانی بود ازدواج معمولا. این که شما میبینید ماجرا ازدواج از تعمیر و از زهرا استثناست و پیغمبر میفهمون این ازدواج آسمانی یه پدیده است، یه پدیده است، یه کفویت درش مطرحه، هر کسی نمیتونه با زهرا من ازدواج کنه و از آدم به بعد هیچ کسی شأن اون نیست اگر امیرالمومنین، و این استثناء بود تا بعدن ائمه به ما سعی کردن یاد بدن که میخواید ازدواج کنید با کسی ازدواج کنید که فرزنددار بشه و مادر فرزندتون باشه. یعنی به این آیتم یا عنوان نگاه کنید که این زن ممکنه مادر فرزندتون بشه، معلم بچه‌تون بشه. خیلی از این چیزا توجهی سوید، یعنی کم کم ازدواج شد مترقی و متعالی. ما از اهل بده می شما روایات رو نگاه کنید، اینی که مثلا یه نفر اومده بود پیش امام صادق گفت می خوام برم ازدواج کنم، حضرت حالا من خیلی از مسائلم نمیتونم بگم، حضرت فرمودن که خب چجوری؟ گفت قرآنم بلده بخونم. خیلی پس خوبه. یعنی گاهی پیش می اومد از دو گروهی که به هم ربط ندارن ازدواج صورت می گرفت و این عرف بود. مثال خرید برای این عرض کردم، مختار خودش عموش اینا از آدم های شیعیان اهل بیتن، چه ربطی داره به نعمان بشیر ناسبی و عرض کنم خدمت شما که سمارة ابن جندب ناسبی، دو همسر داره از دو گروه ناسبی. توجه میکنی از این ازدواج عجیب غریب فراو، یعنی شما بگردید دیگه ازدواج عرض کنم افراد براتون تعجبی نمیشه، این عرف اون روزگاره و تعددم داشته. بله، تعددم داشته. اهل بیت سعی کردن به مرور این تغییرات رو ایجاد کنن. توجه میفرمایید؟ بله. لذا مثلا اینی که ببینید امام حسین علیه السلام با جناب رباب که درستش رباب ازدواج کرده و از او تجلیل میکنه که یک زن مؤمن است، اینا دنبال اهل بیت دنبال فرهنگ سازی بودن که با اهل ایمان ازدواج کنید، صرفا به چهره نپردازید. این روایت که میبینید اینا تغییراتی که دارن ایجاد میکنن. در اون روزگار اینطوری نبوده، ازدواج ها عمدتا همینی که چهره هم میپسندیدن برای مناسبات زناشویی بوده یا مناسبات سیاسی بوده، عرض کنم روابط بین الملل رو تنظیم کنن، 10% مثلا قبائل با هم اخت بشن، دعواشون رو کنار بذارن. این مسائلی که تربیت فرزند، این زن معلم بچه منه، تا قیامت با هم قرار زندگی کنیم، اینا چیزهاییست که بعداً از ائمه آرام آرام اتفاق افتاده تا سعی شده فرهنگ ایجاد مثل بشه. مثلا قصه حضرت ام البنین، قصه نرجس خاتون. اصلا شما زندگی حضرت ام البنین نگاه کنید، میگن میگردن دنبال کسی که از یک خانواده شجاع باشه بخواد. یعنی قبلش شما برید ببینید، بنده با توجه به اینکه سر زهره و خیلی از عزیزان سن پایین ترم تو جلسه هستن، خیلی مثالا رو نمیگم عمدن، یعنی فضای اون روزگار رو اگر بریم ببینیم دیگه، ازدواج امام حسن با جعده، ازدواج رسول خدا با بعضی، ازدواج های اینطوری اصلا تعجبی نیست. یعنی مثل این عرض کردم، شبیه این که امروز شما میدید خرید میکنید. بله، روشن شد. خیلی بله، بله. لذا اون زمان که بگیم مخاطب ما بگه چرا امام حسن با دختر اشعث ازدواج کرد، عرض کنم انگار که شما بگید چرا رفتی از نونوایی مثلا، شما چه کار دارید نونوایی مثلا، چه کسی بچه کدوم محله اینا. خلاصه اون در اون زمان به قول امروزی ها تو اون پارادایم یه چیز عادی بوده و عرض کنم خدمت شما که چه بسا امیرالمومنین و امام حسن هم برای اینکه این اشعث رو بعدن کنترل کنن، نمیخواستن مثل دیگران نستجیر رو سوء استفاده کنن، روابط باعث بشه استانداری بدن، ولی چه بسا داشتیم پیغمبر اکرم با مثلا یهودیان که درگیر شدن شکستشون دادن، یه دختری از اونها که مسلمان شد و پیغمبر اکرم با او ازدواج کرد برای اینکه درگیری های این دین با هم کم بشه. امیرالمومنین هم چه بسا موافقت کردن برای اینکه اشعث کمتر آسیب بزنه به نظام اسلام. بله. حالا بنز وقت محدودمون سعی کنم بحث توضیح بدم. این اشعث وقتی با جریر صحبت کرد و رفت بیعت گرفت از مردم، بیعت ها رو فرستاد پیغامشون، بعد گفت خب من الان چیکار کنم، من اگه برم مدینه و یه صورت حسابی بذاره جلو من و اومدم بگه سالی 3000 تا برگردون حالا به درستش، حالا به درستش، از طرفی منو سکه یه پولم بکنه،
بالاخره به من هیچ جایی نده، مسئولیتی نده، این هم که خیلی از دماغ فیل افتاده، من چیکار کنم؟ چرا بره مدینه، بره کوفه؟ ببخشید کوفه، اگه گفتم مدینه اشتباه است. حالا من چیکار کنم؟ یه گزینه هر کس می‌خواست بره بهش برسن، کجاست؟ شام. برم پیش معاویه یا نه؟ بعضی از رفقاش دور و برش گفتن بابا تو خودت شاه عربی، همون توضیحاتی که دادیم، حالا بری اونجا زایه میشی، زیر دست بشی. اینجا حداقل علی ابن ابی طالب تو رو زیر یوغ نمیبره که، به زیر دست کسی شدن برای تو خیلی آسیبه. قبیله تو اومدن کوفه، کندیان، بیای تو بین قبیله خودت بالاخره آقایی کن. از طرفی حجر اومد پیش امیرالمومنین، گفت آقا من نگرانم اینو، خلاصه دوتا نامه معاویه بهش بنویسه و اینم خام بشه بره اونجا، بعد داستان میشه. همین از اونجا نامه به کندیان بنویسه، ممکنه همینجا مثلا دوباره داستان، آره، اختشاشی بشه، چی بشه، بذار من برم اون رو نرمش کنم. حضرت فرمود برو، این برای اینکه ریزش نکنه اشعث، اون رو فرستاد و تو مسیر اون رو دید. گفت کجا میخوای بری، چیکار میخوای بکنی؟ گفت آره بابا مثلا این رئیستون هم ما رو تکیه پول کرده، اون بیعتم براش گرفتم، عزلم کرد، بازم هیچی به هیچ. امیرالمومنین از یه طرف دستش بسته است، چون حضرت داره حکومتی بنا میکنه که امروز ما او رو تماشا کنیم. اگر قرار بر این بود که بدون هیچ ملاحظه اولیه‌ای، بدون هیچ محدودیتی اشعث رو بذاره فرمان روا، که نه بیعت کرده، سابقه خیانت داره، سابقه دسترازی به بیت المال درسته که قانونی، ولی اون قانون رو حضرت قبول نداره، اون میشه تراز مدیر حکومت علوی. مثلا حکومت حضرت دچار خلأ تئوریک میشه که آقا حضرت هم بوده تمام کارگزاران حاکم قبلی رو عزل، خب چون یکی شما نصب کردی. خلاصه خوش بهش گفت ببین تو بیا، سروری کندیان با تو، خواست حفظش کن. خلاصه اونم دید بالاخره آقایی که تو ذهنش هست بره شام تمام میشه، ولی کوفه که بیاد یک جمعیت وسیعی از یمنی ها هستن و کندیان که میشه سروری کنه با سروری کنه با باش میام. او آمد داخل شهر، اینجا ماجراها داره، چون حضرت برای محدود کردن او اقداماتی کرد که من چون از نظر زمانی به این هفته نمیخوره، اینجا رو ادامه نمیده. خلاصه اشعث و حضرت آورد کوفه، به همین شکل جریر رو هم عزل کرد که آینده خواهیم گفت. خود حضرتم رسید به سمت کوفه، یعنی تازه حضرت حدود یک ماه بعد از پایان جنگ جمل حضرت وارد شهر شد. وارد شهر که شد یه سخنرانی کرده حضرت. یک ماه طول کشید از جمل تا اینجا؟ هم عرض کنم خدمت شما برای رتخ و فتخ ماجرای بصره و آرام کردن، برای شهر پر جمعیت آسیب خورده یا کشته داده مثل بصره رو نمیتونست از زود رها کنه، و همون اهمیت بله. افکار اون که شما اشاره تا اونجا رو آرام کرد و اینا، و بعدم آرام حضرت برگشت. وقتی برگشت دو کار کرد، یه سخنرانی کرد که الان متنش رو با هم گوشه‌هاش رو می‌خونیم. یکی این که اولین چیزی که تو ذهن همه مورخین اینه که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه وارد کوفه شد، دارالحکومه و قصر حکومتی ساخته شده بود سالها، وارد نشد. حضرت دو رکعت نماز خوند، بعد یه سخنرانی کرد در رحبه یا رحبه کوفه. رحبه اون میدانی بود که در واقع میدان بیرونی شهر بود که نظامیان برای تجمع دو جا می رفتن، می اومدن مسجد اعظم کوفه، که مسجد کوفه امروزی بزرگتر از امروز هم بود، این الان کوچیک شده مسجد کوفه. چون مسجد کوفه محل تجمع نظامیان بود، زمان حضرت حدود 40,000 نفر ظرفیت داشت اینجوری که ثبت کردن. حالا عددها عدد تقریبیه، ولی 40,000 دیگه 10,000 نیست. بله. یعنی 40,000 که میگیم، یعنی مثلا فرض کنید بالای 35,000. و چند سال بعد از امیرالمومنین اونجا رو مسجد رو توسعه دادن، شد 100,000 نفر. برای اینکه محل تجمع بود، جوری دو کوهه بود مثلا. بله. میدان رزم هم که آماده بشن که تقسیم بشن برن سمت جای دیگه رحبه بود. اونجا حضرت دو رکعت نماز خوند، یه سخنرانی کرد، وارد قصر نشد. تا اون قصر رو ساختن آماده است، بیا برو. بله، از آن نمیخوام برم. هم در اینجا فساد صورت گرفته، هم این که کسی بیاد اینجا منو ببینه امیدش به عدالت از بین میره. این مردمی که اومدن با من التماس کردن، چرا التماس بکنن با امیرالمومنین تو رو خدا بیا باید بیعت کنی؟ امید داشتن. آره، التماس مردم در مدینه برای بیعت با امیرالمومنین چی بود؟ تو با دیگران فرق داری، و واقعا فرق داشت. حالا من برم همون جایگاه، همون تبختر، همون شرایط، امید اینا ناامید میشه. نرفت حضرت و یه مدتی در خانه خواهرزاده خودش که اسمش جعده بود، جعده هم اسم مرد هم اسم زن، اونجا زندگی کرد. تا یه جای کوچیکی ساختن برای حضرت، دارالحکومه شد اونجا.
و بعد یه سخنرانی کرد. تو اون سخنرانی از اینطوری فرمود که دو رکعت نماز خوند، منبر رفت، بعد فرمود ای اهل کوفه فان لکم فی الاسلام فضلا ما لم تبدلوا و تغیروا. شما برترید. چرا؟ چون در اون جنگ که دیگران خیانت کردن شما اومدید کمک کردید. برتری شما به عمل شماست. تا وقتی که تغییر نکردید، تبدیل نکردید روشتون، روش دفاع از حق، شما برترید. و این حرف خیلی برای کوفیان سنگین بود که امیرالمومنین هاشمی قرشی به کوفیانی که عمدتاً عربای یمانیان همچه عبارتی بگه. اصلا اینا پاهاشون رو زمین دیگه نبود، این تو ابرا سیر میکردن که یک نفر در اون سطح امیرالمومنین هم نژاد با رسول خدا به دیگران بفرمود شما برترید. چون برتری حضرت نه به عربیت و عدنانیت بود نه قهدانیت. تا وقتی شما به اسلام عمل کنید شما برترید. منم شما رو به حق دعوت کردم، قبول کردید. کاری که میکنم اینه که شما رو من نسبت به دیگران افزایشی یا فزونی یا عرض کنم خدمت شما که اضافی نخواهم داد، اما من حاکمانم رو عمدتاً از کوفیان انتخاب خواهم کرد. چیزی که من به شما فضیلت میدم اینه که سربازان، سرداران، استاندارانم رو عمدتاً از اهالی شما انتخاب میکنم و یک حقوقی هم برای شما در نظر میگیرم به عنوان حقوق نظامیان. اون حقوق رو قطع نمی کنم. قبلا هم کوفیان حقوق می گرفتن به عنوان که نیروهای نظامی اسلام بودن، در واقع مثل شهرک نظامی ها حساب کنید، ولی تو خیلی بزرگ. از اصلا اون هم سر جاشه. من این حقوق رو به شما میدم. یعنی بسیاری از مناسبات تقسیم بیت المال که ازت به هم زد به همه یکسان میداد، اون روش های تبعیضی قبل رو حذف کرد، فرمود اینو میدم. چرا؟ چون شما سربازان اسلامید، منم به شما سالانه حقوقی میدم، این رو حذف نمی کنم، اما دیگه بیش از این نه. و کارگزارانم رو هم از شماها انتخاب میکنم عمدتاً. بعد اینا نگاه ویژه حضرت به کوفیان بوده. در واقع هر دوش برای شایستگیه. یکی این که شما چون شایستگی نشون دادید، منم عرض کنم خدمت شما که پستامو بیشتر از شما انتخاب میکنم. و چون سربازای اسلامی تو حقوقم بهتون میدن. به بقیه شهرها، یعنی در واقع دو حقوق میگیرن کوفیان. یه حقوقی که بقیه هم میگیرن از بیت المال، یه حقوق به عنوان نیروهای نظامی کوفه. بعد فرمود که شما اسوه کسانی هستید که از حق اطاعت میکنن، بعد اون جایگاهتون حفظ کنید، ولی من میترسم برای شما. الا ان اخوف ما اخاف علیکم اتباع الهوا و طول الامل. من از دو چیز شما خیلی نگرانم، هواپرستیتون. امروز خوب بودید ولی فردا هم هستید دچار قبیله گرایی، دچار آفت گم کردن حق، چشم پوشی بر حق به خاطر برادر، به خاطر رفیق، به خاطر هم محله‌ای. و یکی که آرزوهای دراز دارید، خیلی دنبال این باشید که کوفه بشه رأس جهان. بلند پروازی نکنید. این آسیب برای شما میزنه. خلاصه این عبارت معروف الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل که خیلی معروفه، امروز روز عمل و فردا روز حساب، اینجا فرمود ازم. بعد فرمود الحمدلله الذی نصر ولیه و خذل عدوه. الحمدلله که خدا ولی خودش رو یاری کرد، دشمنانش رو خار کرد. توضیح دادن حضرت که چه اتفاقی در جمل افتاد و اینا. بعد فرمودن خب اگر شما دنبال این هستید که به جایی برسید، باید اهل بیت پیغمبرتون رو یاری کنید. اینجا جز اولین جایی که حضرت به اهل بیت پرداختن. شروع کردن اهل بیت. حالا من حاکم شدم، نمیگم بیاد از من تبعیت کنید چون رئیستونم. من از اهل بیت پیغمبرم. یعنی این حکومت ظاهری هم نبود، من این شأن رو داشتم. بعد از اینکه تجلیل کردن از اهل بیت پیغمبر، اینها هم که ستاره درخشانن، هدایت با اینهاست و اینا، فرمودن و بله در همین شهر شما هم البته یه عده خیانت کردن، در جنگ شرکت نکردن، یه عده کنار کشیدن. بله. من از اینا خیلی ناراحتم. یه نفر بلند شد که از فرماندهان لشکر حضرت بود، یه عبارت خیلی زیبایی گفت. یعنی عبارت حضرت در جواب زیبا بود. گفت آقا گردناشون الان میزنیم تا عبرت سایرین بشن. بقیه جواب فهمیدن حکم وقتی امیرالمومنین میده همه باید تبعیت کنن. حضرت فرمود که نه، این ظلمه. اینا در جنگ شرکت نکردن در واقع مجازاتش اعدام نیست. برای چی دنبال همچین چیزی میخواد برید؟ ما دنبال حقیم.
برای رسیدن به حق بنا بر ظلم نداریم. آقا یه خوردهش خوبه که حداقل یه ذره. حضرت فرمود نه، اصلا بنای ما بر این نیست مثل دیگران عمل کنیم. و این حرفا واقعا عجیب بود، جدید بود که یه نفر الان داره، یه حاکمی داره اعلام میکنه چرا یه عده به فرمان من عمل نکردن. در حکومت‌های قبل و بعد امیرالمومنین معمولا اینجوری بود که یه اتفاق می‌افتاد آماده می‌کردن یه 10 نفر 20 نفر حداقل گردن بزنن تا حساب کار دست بقیه بیاد، تشفی خاطر به اون آرامش پیدا کنه حاکم. از اینطوری نیست، خشمش همش برای خداست. اینجوری نیست که حالا برای اینکه خشم من آروم بشه 4 تا مثلا آدم و سعد بن ابی وقاص و دیگران بیاریم اعمال قانون کنیم دیگران حساب دستشون بیاد. نه نه، من نگفتم، بله من ناراحتم چون خلاف شرع عمل کردم، دستور خدا اطاعت از حقه، ولی قرار بر این نیست. و بله طبیعتاً خب پست به اونا نمیده حضرت، اینا همراهی نکرد. اینجا که ظاهراً فرصتمون تمام شده، حضرت نامه فرستادن برای معاویه که بیعت کن که تحلیل این و زوایاش انشالله هفته بعد خدمت شما هست. انشالله. خیلی خوب، خیلی ازتون ممنونم آجای کاشانی. تاریخ پر فراز و نشیبیست و قطعاً حالا بیانش هم بیان دشواریست که الحمدلله با روانی و شیوایی داریم میشنویم. خدا انشاءالله بهتون خیر بده. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. آیات روح بخش سوره مبارکه احزاب رو دوستانم امروز تلاوت خواهند کرد. صفحه 426 آیات 55 تا 62 این سوره مبارکه قرار امروز همه سمت خدایی هست. باز میگردیم انشاءالله همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا.
سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللهم صل على محمد وآل محمد. میشه مثل خدا و ملائکه رفتار کرد، میشه همکار اونها شد با آیه 56 سوره مبارکه احزاب که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. ان شاء الله لحظات زندگی هممون منور به نور پیامبر و اهل بیت گران قدرشون باشه. حاجی کاشانی، وقت در اختیار شماست، خدمتتون هستی، بخواهیم شد. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، قبل از اینکه وارد بحث از جناب برید ابن معاویه اجلی بشیم سلام الله علیه، همین آیه‌ای که فرمودید، این صفحه‌ای که امروز تلاوت شد آیات فراوان مهمی داشت. من ساعت نگاه میکنم ببینم که هم راجب صلوات بر پیغمبر اکرم که حضرت میفرماد که ما درود بر او میفرستیم، یعنی رحمت خاص بی قید و بی در واقع شرط که ما اصلا نمیفهمیم یعنی چه، این رحمت موصوله‌ای که حضرت بر پیغمبرش خلاصه روانه میکنه و درود ملائکه بر ایشون چیست، و ما هم با اونا همراه بشیم و همین ذکر بر زبانمون انشاءالله عادت کنیم، جاری کنیم انشاءالله، که همه مسلمین هم از پیغمبر اکرم همین طور یاد گرفتن که هر وقت از پیغمبر اکرم میاد بگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. در بعضی جام داریم که اینطور بگید کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید و مجید، و البته ما گله داریم از بعضی از عزیزان فرقه‌های دیگه که اسم پیغمبر اکرم میاد آل رو درود نمیفرستن، پیغمبر ناراحتن از این کار، بارها فرمودن صلوات دنبریده و ناقص بر من نفرستید. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد. جناب برید ابن معاوی اجلی آقای شخصیتیه که از اون افرادی است که آدم وقتی اسمش رو میشنوه خیلی احساس حقارت خودم عرض میکنم به اون دست میده، از این شخصیت معنوی و این محبوبیت نزد اهل بیت و این که قد نماد حقه، این سومی خیلی استثنایی که حالا یه روایت خدمت شما عرض میکنه. ایشون شاگرد امام باقر و امام صادق علیهم السلام و در زمان امام صادق هم از دنیا رفته، از اصحاب اجماست به این معنا که از فقهای تراز اول تاریخ تشیع، یعنی شاگردان امام صادق سلام الله علیه رو به دو گروه، رؤساشون رو به دو گروه ششتایی تقسیم کردن. ششتای اول که اصحاب اجماع دوره اولن، یکیشون برید ابن معاویه است، اسم او کنار زراره و محمد ابن مسلم و ابو بصیر و فضیل ابن یسار که هفته بیشه است اینها اومده، و شخصیتش خیلی حیرت انگیزه و خیلی دشمن داره. حالا عرض میکنم تعابیر اهل بیت و راجبو وقتی میشنویم خیلی آدم هوس میکنه چنین باشه. مثلا جمیل ابن دراج که خودش از شاگردان برجسته امام صادقه، میگه امام صادق اینجوری میفرمود زیاد که اوتاد الارض و اعلام الدین، خیلی این تعبیر سنگینه، خیلی ما در مورد عرفا مثلا اوتاد، یکی مثل من میگه اوتاد، نه خودم میفهمم اوتاد یعنی چی، معلومم نیست، اونی که من میگم اوتاد و تدی باشه به قول معروف، اوتاد یعنی میخای زمین، وقتی بخی ما معصوم میگه میخای زمین، منظور اینه که کسی که امنیت زمین به اوست، مایه آرامش زمینه، سکون زمین، نعمت زمین از برکت اوناست. خیلی حرف سنگین، اوتاد الارض و اعلام الدین، علمهای دین چهارتان، محمد ابن مسلم که حالا هفته آینده انشاءالله بهش میپردازیم، هفته های آینده برید ابن معاویه و افراد دیگه ای، امام صادق صلوات الله اینجوری فرمودن، یا فرمودن که اصحاب پدرم امام صادق فرمودن، کیا بودن؟ کسانی که اگر نبودن دین از بین میرفت، اگر نبودن اون همه آموزه های بابام نابود میشد. اسم بره جز اون 3-4-5 نفر. بعد حضرت فرمود که کانو زینن احیانا و امواتن، اینا زنده شون و بعد از مرگشون، یعنی امروز اینا زینت پدر منن. مثلا چه تعبیری، نمیدونیم چی باید بگیم، نه فقط زمان حیات، هر جا میرفتن گفتن شاگرد ما باقر، یعنی
پدرم رو به اینا میشناختن. ببینید کیا بودن اینا. بلکه امروز هم که از دنیا رفتن اینا زینت های پدرم هستن. یعنی ما افتخار میکنیم اینا شاگردانمونن، مباهات میکنیم، خوش به حالشون. بله، حالا از اون طرف اونا هزار برابر مباهات میکردن به همچین ائمه. بله. هم آقایی و وفای اهل بیتونشون میدن، میخوان به ما یاد بدن. فرمودن کیا؟ فرمودن زراره، محمد ابن مسلم، ابو بصیر، بریده اجلی. هؤلاء القوامون بالقسط، هؤلاء القوامون بالصدق. قوام بودن نه قیام کننده، بسیار قیام کننده به قسط و عدالت، به صدق و راستی. هؤلاء السابقون السابقون اولئک المقربون. ای جانم، این آیه قرآن رو براشون خوندن و از این عبارات عجیب فراوانه. چرا ازش میترسیدن؟ حالا عرض میکنم، بعضی جاها داریم که حتی اینا دشمنان عجیبی داشتن. حالا من یه اشاره کنم تا این روایت بسیار مهم رو بخونم. چرا همین اون دشمن دارن؟ حالا ببینید چرا میترسن؟ همینی که بنده برای برید میام میگم امیرالمومنین که با هیچ کس قابل قیاس نیست، جایگاه برید رو ببینید. چرا همین اون دشمن داشت؟ چون نماد تبعیت از پیغمبر بود. هم زمان خود رسول خدا امیرالمومنین رو دشمن داشت و حضرت اجازه نمیداد. هم بعدش. هم. و بعد چقدر شنیدیم که ما زمان رسول خدا منافقین را به چه میشناختیم؟ به دشمنیشون با امیرالمومنین. در روایت هست ما دشمنان منافق، یعنی ظاهرن شیعه ولی دشمنان اهل بیت. منافقان زمان رسول خدا ظاهرن مسلمان بودن. بله. زمان امام باقر دشمنان اهل بیت و در لباس دوست کیا میدونستیم؟ دشمنان برید. خیلی این تعبیر آقا عجیبه. یعنی میشد واقعا جلساتی فقط به این اختصاص داد. اگر امروز برای ما، حالا ساعت رو نگاه میکنم مختصر میکنم، اگر امروز برای ما این خیلی آسونه که من عنده علم الکتاب، چه کسیه؟ امیرالمومنین. محسودون، کسانی که بهشون حسد بردن، مقامشون نتونستن ببینن، اهل بیتن. آیه تعطیل راجب چه کسیه؟ آیات ولایت قرآن راجب کسیه؟ چه کسیه؟ یا اینی که مثلا فرمودن اگر کسی تو دنیا سعی کنه تبعیت کنه از امام خودش، قیامت در رفیق اعلی با امامشه. و صدها روایت، شاید نزدیک 340 روایت فقط در کتب اربعه داره، برید ابن معاویه اجلی است که حقیقتا نجاشی میگه من وجهان من وجوه اصحابنا، آبروی اصحاب امامی است. و امیدواریم انشاءالله این عرض ادب مختصر ما رو برید ابن معاویه امروز در ملأ اعلی محضر امام باقر و امام صادق، انشاءالله اونجا ما رو یاد، انشاءالله یادی بکنیم از ساجای آبدینی که اگر اینجا بودن حسرت ما رو میدیدن، میگفتن همین حسرت هم خودش خیلی روزی بود. الحمدلله خدا رو شکر که ما اسم برید میاد، کیف میکنیم از این که همچین شیعیانی اهل بیت داشتن و امید داریم به مسیر اونا حرکت کنیم. انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. خدا انشاءالله حفظتون بکنه. خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. امروز صحبت از مسجد کوفه شد و کوفه و امیرالمؤمنین. حالا چقدر خوبه با دل و جانمون عازم مسجد کوفه بشیم و مناجات بی نظیر حضرت رو در اونجا زمزمه بکنیم. تا فردا و تا سلام دوباره و دیداری دوباره، در پناه حق باشید و زیر سایه اهل بیت. متشکرم ازتون. از مر رسول سبیلا و اسأل کل امان یوم یعرف المجرمون يؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد
ولا مولود هو جاز عن والده شيئا